آیا بیگانگان از منظومه های مجاور می توانند زمین را ببینند؟ با سلام و درود خوش آمدید به یکی دیگر از ویدیوهای کانال خبری اسپیس اند آسترونومی. امید است آخر ویدیو با ما همراه باشید. با گفته اخترشناسان، بیگانگان فضایی که حول 2034 ستاره در همسایگی زمین وجود دارند، این شانس را دارند تا گذر زمین از برابر خورشید را تماشا کنند. با گزارش بیگ بنگ، گروه از اخترشناسان دانشگاه کرنل و موزه تاریخ طبیعی امریکا موفق شدند در محدوده 100 پارسک یا 326 سال نوری از خورشید 1715 ستاره را شناسایی کنند. این منظومه ها در چنان موقعیت مناسبه قرار دارند که بیگانه ساکن آنجا می تواند بر راحتی گذر زمین از مقابل خورشید را رصد نماید و حتی از ابتدای تمدن بشری، یعنی 5000 سال قبل، تا کنون به تماشای تحولات آن بنشیند. علاوه بر این، پژوهشگران 319 ستاره دیگر را شناسایی کردند که در 5000 سال آینده در چنین موقعیت برتری قرار خواهند گرفت. در میان این ستارگان 7 ستاره مشهور قرار دارند که میزبان سیارات خورشیدی اند. روز 128 که گذر زمین از برابر خورشید را در گذشته دیده است، ستاره تیگاردین و تراپیستیک که گذر زمین از برابر خورشید را به ترتیب در 29 و 1642 سال آینده خواهند دید. امواج رادیویی که توسط بشر به فضا ارسال شده است، تا اکنون 75 ستاره از نزدیکترین ستارگان موجود در فهرست این پژوهشگران را در نور دیده است. پروفسور لیزا کالتینگر، مدیر انستیتوی کارل سیگن در دانشگاه کرنل گفت: از چشمانداز سیارات فراخورشیدی این ما هستیم که بیگانه ایم. مایل بودیم بدانیم کدام ستارگان برای مشاهده زمین در هنگام اختفای نور خورشید در موقعیت مناسب قرار دارند. و چون ستارگان در کیهان ما دائما در حرکتند، این موقعیت مناسب گاه فراهم می شود و گاه از دست می رود. اخترشناسان بیگانه برای شناسایی زمین باید از همان روش هایی که ما برای فهرست نویسی یک جسم دوردست استفاده می کنیم استفاده کنند. تماشای عبور زمین از مقابل خورشید برای کشف ترکیب جو سیاره ما که مشاهده ترانزیتی نامیده می شود، نوسان نور یک ستاره اطلاعات بسیاری در مورد ستاره به ما می دهد. تا به امروز هزاران سیاره فراخورشیدی که در حال چرخش به دور ستارگان دوردست می باشند، با استفاده از گذر آنها از مقابل ستاره میزبانشان شناسایی شدند. پروفسور کالتینگر و همکارش دکتر جیکی فادریتی از موزه تاریخ طبیعی امریکا از موقعیت و حرکت ستارگان موجب در فهرست EDR3 ماهواره گایا یا متعلق به آژانس فضایی اروپا استفاده کردند تا ستارگانی که به محدوده گذر زمین وارد می شوند یا از آن خارج می شوند را شناسایی نمایند و مدت زمان حضور آنها در این محدوده را محاسبه کنند. از میان 2034 منظومه ستاره‌ای که در بازه زمانی 10000 ساله از محدوده گذر زمین عبور می کنند، 117 ستاره در فاصله 100 سال نوری از خورشید قرار دارند و 75 ستاره نیز از یک قرن پیش تا کنون که ایستگاه های رادیویی تجاری در زمین شروع به مخابره سیگنال به فضا کردند، در محدوده گذر زمین بودند. دکتر فادریتی عنوان کرد: در همسایگی خورشیدمان مکان پویای قرار دارد که در آن ستارگان با آهنگ تند قدم به محدوده گذر زمین می گذارند و سپس از آن اخراج می شوند. فهرست ستارگان گروه پژوهشی شامل 7 ستاره مشهور است که میزبان سیارات فراخورشیدی اند. همان طور که اخترشناسان زمینی موفق شدند با تکنیک گذر هزاران دنیای جدید را حول ستارگان دیگر کشف کنند، ساکنین هر کدام از این منظومه ها نیز فرصت داشتند تا زمین را کشف کنند یا در آینده چنین فرصتی برایشان مهیا خواهد شد. یکی از این منظومه ها کتوله قرمز میزبانی به نام روز 128 است که در فاصله 11 سال نوری در صورت فلکی دوشیزه قرار دارد. این منظومه از نظر فاصله دومین منظومه نزدیک به زمین است که یک سیاره فراخورشیدی شبیه زمین دارد. ساکنین این سیاره فراخورشیدی که روز 128 بی نامیده می شود، از حدود 3057 سال پیش می توانستند گذر زمین را از برابر خورشید را برای مدت 2158 سال تماشا کنند. آنها این فرصت طلایی را 900 سال پیش از دست دادند. منظومه تراپیستیک در فاصله 45 سال نوری از زمین میزبان 7 سیاره فراخورشیدی شبیه زمین است. 4 عدد از این سیارات در ناحیه معتدل و قابل سکونت ستاره میزبانشان هستند. همچنان اخترشناسان بیگانه در تراپیستیک تا 2371 سال دیگر این فرصت را دارند تا گذر زمین از مقابل خورشید را تماشا کنند. پروفسور کالتینگر عنوان کرد:
تحلیل ما نشان می‌دهد که نزدیکترین ستارگان هم معمولاً می‌توانند برای تماشای گذر زمین تا 10000 سال در موقع مناسب باقی بمانند. اگر فرض کنیم این فرایند معکوس درست باشد، آنگاه گاه شمار مناسب برای تمدن‌های اسمی فراهم می‌شود تا زمین را به عنوان سیاره در خور توجه در نظر بگیرند. این مقاله در 24 جون سال 2021 در نشریه نیچر منتشر شده است. با سپاس فراوان از اینکه تا آخر ویدیو با ما همراه بودید. اگر می خواهید از آخرین اخبار فضا و نجوم آگاه شوید، پس کانال خبری اسپیس انداز سرونیومی را سابسکرایب نموده و زنگ آگاهی را فشار دهید.